دفتر خاطرات قنبر غلام امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام روبروی ماست. دفتر رو ورق می‌زنیم. روزهای پرماجرای سالهای قبل از 40 هجری در کوفه همچنان سپری می‌شد و وقایعی استثنایی در دل خود جای می‌داد. این خاطره من مربوط به جوانی است که عده‌ای اموال پدر او را در سفر تصرف کرده بودند و دست او خالی مانده بود. از نظر قوانین ظاهری راهی برای کشف حقیقت نبود، اما قضاوت عجیب مولایم مشت حیلگران را باز کرد. جوانی را دیدم که به سایه یتیم نوازی امیرالمومنین علیه السلام پناه آورده بود. به کجا پناه ببرد؟ هیچ پشتیبانی در این دنیا ندارد و تنها امیدش دستان مشکل گشای مولای من است. آن روز همراه امیرالمومنین علیه السلام وارد مسجد شدم و دیدم جوانی گریان پیش آمد. حضرت فرمود: ای جوان، چه چیز باعث گریه تو شده است؟ پاسخ داد: یا امیرالمومنین، شرح درباره من قضاوتی کرده که نمیدانم چگونه است. ماجرای من این است که پدرم همراه عده‌ای به مسافرت رفتند. پس از مدتی آنها بازگشتند، اما پدرم نیامد. وقتی از همسفرانش درباره او پرسیدم، گفتند از دنیا رفت. آنگاه که اموال او را خواستم، پاسخ دادند هیچ ارثی بر جایی نگذاشت. یا امیرالمومنین، پدرم با ثروت بسیاری راه سفر در پیش گرفت. برای اینکه آنان را وادار به اعتراف کنم، ایشان را به محکمه قضاوت آوردم. آنان بر سخنان خود قسم خوردند و شرعه نیز حکم به براءت آنها داد و من دلیلی ندارم که آنها را محکوم کنم. امیرالمومنین علیه السلام که خواهش و التماس را در چشمان او می‌دید، فرمود: بیا تا به محل قضاوت بازگرد. همراه حضرت در حالی که عده بسیاری نیز جمع شده بودند به سوی محکمه شرعی آمدیم. امیرالمومنین علیه السلام به او فرمود: ای شرعی، چگونه بین اینان قضاوت کرده ای؟ شرعی پاسخ داد: یا امیرالمومنین، این جوان ادعا می کند عده همراه پدرش به مسافرت رفته و بدون او بازگشتند. از همسفران درباره پدرش که سوال کردم، پاسخ شنیدم مرده است. از اموال او که پرسیدم، گفتند ارثی باقی نگذاشته است. از جوان دلیلی بر مال و تجاره پدرش خواستم که هیچ دلیلی نداشت. آنان را بر گفته خیش قسم دادم و آنها قسم خوردند و من که هیچ دستاویزی برای بازداشت ایشان نداشتم، حکم به براءتشان دادم. سخنان شرعی پایان یافت و در فکر فرو رفتم. هیچ اشکالی در روال عادی قضاوت نبود، اما امکان داشت حق با جوان باشد و همسفران به دروغ قسم خورد. منتظر کلید حل معما بودم که باید به دست مبارک مولایم در این قفل میچرخید. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: هیهات ای شرعی، آیا در این ماجرا چنین قضاوت میکنند؟ به خدا قسم در بین آنان قضاوتی خواهم کرد که هیچ کس قبل از من جز داوود پیامبر علیه السلام چنین قضاوتی ننموده است. ای قنبر، مأموران را بیاور. به دستور حضرت تعدادی از مأموران را آوردم و امیرالمومنین علیه السلام
هر یک را مسئول مواظبت یکی از متهمان قرار داد. سپس به آنان نگاهی کرده فرمود: چه میگویید؟ آیا گمان میکنید من نمیدانم با پدر این جوان چه کرده اید؟ اگر چنین است مرا از جاهلان پنداشتید. سپس به مأموران دستور داد سر و صورت اینان را بپوشانید و از هم فاصله دهید و دور نگه دارید. مأموران هر یک را کنار یکی از ستونهای مسجد بردند و صورتهایشان را پوشاندند. آنگاه عبدالله ابن ابی رافع نویسنده خود را فرا خواند و فرمود: قلم و کاغذ بیاور و سخن متهمان را ثبت کن. سپس خود در جایگاه قضاوت نشست و به مردمی که هر لحظه بیشتر مشتاق دیدن این قضاوت تاریخی می شدند فرمود: هرگاه من تکبیر گفتم شما نیز بگویید. با دستور حضرت اولین متهم را آوردند. او مقابل مسند قضاوت نشست و صورتش را باز کردند. امیرالمومنین علیه السلام از او سوال نمود: در چه روزی همراه پدر این جوان برای مسافرت خارج شدید؟ در چه ماهی؟ در چه سالی؟ به کجا رسیده بودید که پدر او از دنیا رفت؟ در منزل چه کسی وفات یافت؟ چه بیماری داشت؟ چند روز مریض بود؟ در چه روزی از دنیا رفت؟ و چه کسی او را غسل داد؟ چه کسی کفن کرد؟ با چه چیزی کفن کردید؟ و چه کسی بر جنازه‌اش نماز خواند و چه کسی او را در قبر گذارد؟ هنوز نمی‌دانستم چه محاکمه‌ای در پیش است. این سؤال‌ها عجیب به نظرم می‌آمد. چرا باید کاتب پاسخ‌های او را می‌نگاشت؟ منتظر ماندم تا باقی ماجرا را ببینم. متهم اول پاسخ همه سوالات حضرت را یکی یکی داد و ابو رافع سخنان او را نوشت. هنگامی که پاسخها تمام شد، امیرالمومنین علیه السلام با صدای بلند تکبیر گفت و مردم نیز تکبیر گفتند. صدای تکبیر سهمناکی در مسجد پیچید به گونه ای که متهمان دیگر بر خود لرزیدند و گمان کردند همسفرشان اعتراف کرده است. به دستور حضرت متهم اول را به زندان بردند و دومین نفر را آوردند. امیرالمومنین علیه السلام فرمود: آیا میپندارید من نمیدانم شما چه کرده اید؟ او که یقین کرده بود همسفرشان اقرار کرده، با شرمساری گفت: یا امیرالمومنین، من نیز همراه این عده بودم، اما از قتل او کراهت داشتم و این چنین اقرار به قتل پدر آن جوان نمود. چشمان جوان از تعجب گرد شده بود که در لحظات اولیه محاکمه اقرار به قتل پدرش بر زبان یکی از متهمان جاری شد. او را می نگریستم که دقایقی پیش نومیدی وی را فرا گرفته بود و اینک سر از پا نمی شناخت. به دستور حضرت همه متهمان آورده شدند و با مشاهده اعتراف نفر دوم همگی اقرار کردند و جزئیات ماجرا را بیان نمودند و اعتراف به قتل و تقسیم ثروت آن مرد کردند. بنابراین لحظاتی نگذشته بود که معضل بزرگی همچون روز روشن بر همگان واضح شد و جوان دلیلی قاطع بر ادعای خیش یافت. امیرالمومنین علیه السلام آنان را محکوم به استرداد اموال پدر آن جوان و دادن خونبها نمود.
با پایان قضاوت شرعی از امیرالمومنین علیه السلام پرسید: یا امیرالمومنین، قضاوت حضرت داوود علیه السلام چگونه بود؟ حضرت فرمود: روزی حضرت داوود علیه السلام از کنار عده‌ای نوجوان عبور می‌کرد که در حال بازی بودند و یکی از آنان را مات و دین، یعنی دین مرده، صدا می‌زدند. حضرت داوود علیه السلام او را فرا خواند و پرسید: ای پسر، اسمت چیست؟ پاسخ داد: مات و دین. پرسید: چه کسی این نام را برای تو گذارده است؟ عرض کرد: مادرم. آن حضرت همراه آن پسر نزد مادرش رفت و فرمود: ای زن، چه اسمی بر فرزند خیش گذارده ای؟ گفت: مات و دین. پرسید: چه کسی او را این گونه نامیده است؟ عرض کرد: پدرش. سوال کرد: چرا؟ گفت: هنگامی که من باردار به این فرزند بودم، پدر او همراه عده‌ای به سفر رفت. پس از مدتی آن عده آمدند و خبر آوردند که پدر او در سفر از دنیا رفت. من نزد آنان رفتم و درباره شوهرم پرسیدم و گفتند: از دنیا رفته است. ارثیه او را خواستم و گفتند: ارثی بر جایی نگذاشت. از وصیت او سوال کردم و گفتند: وصیت کرد نام فرزندش را مات و دین بگذاری. بذار که او را چنین نامیدم. حضرت داوود علیه السلام پرسید: آیا آن عده را که همراه شوهرت رفته بودند میشناسی؟ عرض کرد: آری. پرسید: آیا زنده هستند؟ پاسخ داد: همه آنان در قید حیات هستند. آنگاه داوود علیه السلام همراه آن زن به منازل همسفران شوهرش رفتند و آنها را در محلی جمع کردند. سپس به همین صورت که قضاوت کردم، او نیز قضاوت نمود و ارث و خونبها را از آنان گرفت و به آن زن گفت: اینک نام فرزند خود را چنین بگذار، آشدین، یعنی دین زنده.